آرد، روغن، دو، برنج، سه، نخات، چهار، بوره، پنج، مربا، شش، آش، هفت، مکرونی، هشت، و را. نو. همراه هر نسیم بهاری که می وزد طوفان رنج خسته دلان می رسد زرا. ما یک تشکری خاص میکنم از دواخان مینپال که مبلغ 10,000 افغانی را بر دو فامیل عزیز در دو شب کمک کردند، که مبلغ 5,000 افغانی را امشب در برنامه برای خانم شکیلا ما تمام مواد خوراکه را آماده کردیم برشان تقدیم میکنیم. به نام خداوند یکتای مهربان، سلام و عرض ادب خدمت تمامی شما عزیزای دل. امید که جور و صحتمند و سرحال باشین، روزهای ماه مبارک رمضان را به بسیار خوشی سپری کنین. امروز باز هم من سحرک برید در خدمت شما عزیزا قرار دارم و یکی از برنامه های دیگر رمضانی شما عزیزان را خوش آمدید میگم. ناگفته نمونه که دو نازنین امشب در برنامه دارم، مهمان ویژه ما هست، قدر دادن ما را، عزت بخشیدن بر ما که امشب به برنامه آمدن، قدم رنجیدن. یک فامیل مستحق است در کنار ما و همچنان مهمان ویژه ما آقای ممنون مقصودی را با خود داریم. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. سلام، سزیاد خوش هستم که شما را میبینیم. روزتون مبارک باشه. زنده باشین. به خودتان همچنان خیلی مبارک باشه. تشکر. زنده باشین. مقصودی صاحب عزیز، امروز خیلی زیاد خوشحال هستم که شما را در برنامه دارم. بسیار تشکر میکنم که مرا دعوت کردین به برنامه. بسیار بسیار پر از معنی تان و خدا شما را خیر بده که به این وسیله میتونین به داد مردم برسین، به داد هموطنم برسین و به کسایی که واقعا سر ما حق داره و شما جوهای احوالش میشین و به این وسیله یک تعداد دیگه که ناخبر از این ارزش معنوی هستن اونا را باخبر میسازین و یقین دارم که این عمل شما سبب به حرکت آمدن او دوستایی که امروز میخواین کمک بکنن و یک وسیله را میپالن که به این وسیله کمکشان برسه که شما ها هستم. قربانتان مقصودی صاحب عزیز، بازم شب خیلی خوشحال هستم که کسی را در کنار خود دارم که تا ما صحبت کرده نمیتونم، چون یکی از علاقمندا بگویم، یکی کرکترهایی بگویم که واقعا دیگه حداقل اگر نداره و واقعا ما هست، هر یک صحبت اینا ما خودم منتظر میباشم که من باید همون صحبت شما را کنم. خواهش میکنم، شما بسیار بسیار بهتر هستین و بسیار لطف کردین. با امید هستم که هر آن چیزی که میکنیم یگانه ارزشی که داره او لحن و آهنگ موسیقی الفاظ است. دقیقاً. اگر ما به انسان فیزیکلی کمک کده نمیتونیم، ولی اگر با لحن پر از مهربانی و مادرانه برش بگوییم که امروز مرافقو شاید ای ارزش بسیار قیمت داشته باشه به تناسب از اینکه آدم یک پنج افغانی به کسی بده و این چیزا شما دارین. خدا شما را زیاد زیاد خیر بده که مرا به این برنامه قشنگتان دعوت. زنده باشین. قربان شما. همچنان سلام خاله جان، قند بر خودتان. شما باشما ما همچنان خوب هستین؟ شکر، زنده باشین. شما خوب هستین؟ زنده باشین. نامتون را نگفتین برام خاله جان. شکیلا خانم. شکیلا قند امروز در برنامه با خود داریم که مستحق هستن و همچنان مقصودی صاحب عزیز خانه خانم شکیلا رفتم، از نزدیک که زندگیش تماشا کردم، دیدم، تصویر گرفتم. واقعا در یک وضعیت خیلی نادرست زندگی میکنن، به سر میبرن شب و روز خدا، که خانه شکسته و ویرانه و یعنی مشکلاتی که اونجا من دیدم، باور کنین که بخیه قسم گلونم امروز پر شد. تا ای که امروز خانم شکیلا را به برنامه دعوت کردم و خواستم، گفتم حداقل برگ سبز و تحفه درویش از عزیزایی که بر ما پول ارسال میکنن من هم تقدیم اینا کنم. بازم من تشکر میکنم از شما، از تیمتان و از رهبریتان که ات یک برنامه پر از مهر و صفا را پیش کردین و ما به خانم شکیلا میگم که این احسان این مردم یا ما یا کسی که کمک کرده نیست، بلکه حق تو بالای مؤمنین میشه که اونایی را پذیرفتن که ما غیر از اینکه روزه میگیریم باید زکات هم بدیم و این زکات حق شما هاست، حق ما هست و ما بسیار بسیار خوش هستم که امروز این دوستا اینقدر محنت کردن که خواستن شما را به این وسیله دعوت بکنه و فقط امو مهر خود نثار شما بکنه. با امید ازی هستم که اولادایت بخیر کلان شوه و درس بخوانن تا شبه که از این حالت و از این وضعیت بیرون برای
و ای امید باید از دست ندیم. انشالله بخیر. انشالله واقعا صحبت های مقصودی صاحب عزیز هر یکیش از دیگهش بهترتر است و من منتظر می باشم که مقصودی صاحب عزیز هر کلمه را که استفاده میکنه من فقط ذخیره از لغات از مقصودی صاحب عزیز داشته باشم. خواهش میکنم. خواهش میکنم قربانتان. مقصودی صاحب عزیز ما اگر امشب در برنامه از شما خواهش کنم که یک شعر بسیار مقبول، تمام شعرهای شما مقبول است اگر از شما داشته باشم. چرانی ما را افتخار میبخشین اگر حوصله داشته باشین ببرتان می. خواهش میکنم. ما هم به صبرانه منتظر هستم که یکی از شعرهای شما را در برنامه داشته باشم. عجیب اتفاق است، 24 روز بعد عید است و عید اگر من لباس داشته باشم، یک مقدار غذا داشته باشم و یک مقدار ضرورت های خانیم پوره باشه، اید سرم خوش دیر میشه. ولی کسای مثل ای خواهرکم که چیزی ندارن سر از یاد چه قسم تیر خواد شد. بله، ما در رابطه با یک طفلکی که او سرش اید آمده ولی هیچ چیز نداره، چیز آماره ساخته. قربانتان، زنده باشین. بفرماین. اید آمد و درخت غم من شکوفه کرد، نو شد جهان و باز غم کهنه جان گرفت. عید آمد و بهار به هر باغ سر کشید، اما دل من از ستم عید غم نهاد، رنگ خزان گرفت. همراه هر نسیم بهاری که می وزد، طوفان رنج خسته دلان می رسد زرا، با هر جوانه ای که زند خنده بر درخت، غم میزند جوانه به دلهای بیپناه. آن روزها که چشم یتیمان خردسال در خون نشسته است، هرگز به چشم مرد خردمند عید نیست. سالی که جای پای سعادت در آن نبود، در دیدگاه مردم دانا سعید نیست. آن عید نیست که ستمش دختر یتیم پایش برهنه مانده و گریان دویده است. آن عید چیست که از پی آن بیوه فقیر هستی به باد داده و محنت خریده است. آخر چگونه عید کنم من؟ آخر چگونه عید کنم من که عیدها دیدم بر روی بیوه زنان رنگ بیم را؟ آن عید نیست، روز غم و دهشت من است، روزی که پیش چشم ببینم برهنه پای طفل یتیم را. من شادمان چگونه زیان در سرای عید، کز هر سرا نوای غماگین شنیدم. دل را چگونه پر کنم از شادی بهار، کز هر کرانه ام بس پیر بی نوای تهیدست دیدم. هان ای دختر یتیم خور، ای کودک غریب، لبخند این بر من غمگین حرام باد گر با غم تو بر لب سردم نشسته است. هان ای سپید موی تهی دست بی نصیب، ای کهنه جامگان اوریان تنان شهر، عیشم شکسته باد اگر با چونین غم لبخند عید بر لب من نقش بسته است. ای مرد بینوا، ای مرد بینوا که به هر عید خانه‌سوز شرمنده در برابر فرزند بینمد، ای مرغک شکسته پر، ای بینوایتیم، رویم سیاه باد، دستم تهیست، گوهر اشکم نثار تو. نوروز چون زراح رسد همراه بهار، گریم به حال و روز تو و روزگار تو. عید آمد و درخت غم من شکوفه کرد، نو شد جهان و باز غم کهنه جان گرفت. عید آمد و بهار به هر باغ سر کشید، اما دل من از ستم عید غم نهاد، رنگ خزان گرفت. بسیار تشکر، بسیار عالی بود، واقعا خیلی عالی بود. شعر گفت که واقعا شعرهای یعنی هر قدر بیان کنم یعنی کمتر است و باز هم خیلی ممنون، خیلی زیاد تشکر میکنم مقصودی صاحب عزیز. بسیار تشکر. بسیار تشکر از اینکه بر ما لطف بخشیدین، یک شعر بر ما تقدیم کردین. قربان شما. من امروز کل به این فکر بودم که چگونه میتونم با درد این خواهرکم خود یک جای بسازم و خواهرک امیدت از دست ندی، فردای ما روشن است. در صورتی که خودت به اولادایت یک مقدار دروازه های مکتبه
کتاب باز بکنی. انشالله خوشی دور نیست، آمده نیست، و دعا بکو، همیشه نماز بخوان و همیشه چیزی بگو که او مثبت باشه. انشالله بخیر. انشالله خانم شکیلا همچنان خداوند مهربان است، خدا بزرگ است. خانم شکیلا در مورد زندگیت بر عزیزای ما بگو که چقدر مشکلات خودت طی کردی تا ای که به این حالت آمدین و در اینجا رسیدین و تا ای که من شما را پیدا کردم. میشه که در مورد زندگی خودت بر ما بگویی؟ سر جان، ما خودت در خود سرای شمال دیدم جان. بله دیدم. بله گفتم امی کمک کم رای دیگر را میکنی، هم رای مام بکنی جان. بله بله مقصودی صاحب عزیز جان، خانه و یای روز روزگار کل چیزای دیم. خودش دوز شوارم، شش تا اولاد دارم، خانه کرایستم، 4000 پک را میدم. غذای خودت کی میاره بیشتر؟ نان خودت، سفره خودت کی رنگین تا به حال ساخته؟ کالوشی میکنم، همسایا کتیم کمک میکنه، یک غذا یک چیزی که پخته کنه روان میکنه بر. چند میتن برای خودت لباس شویی میکنی یا فرش شویی میکنی؟ قسمی که گفتین شما دو صدام میتن، یک و نیم صدام برم میتن. شوهرتون چی کار میکنه خانم شکلتون؟ موچی هست. بله شکر هم داره دیگه. خب خیر، خدا را ما شما داریم، خداوند بزرگ است انشاءالله. مقصودی صاحب عزیز، خانم شکیلا را چند روز قبل در سرای شمالی دیدم. فکر کنم که برنامه های مرا کدام جای تعقیب کرده بودن، دیده بودن. گفتن که خودت سحر نیستی؟ گفتم بله، من هم خواهر کوچک شما هستم. گفت اگر زندگی مرا بیایی ببینی، گفت وضعیت زندگی مرا بیا ببین، گفت من کسی نیستم که من دست به خیرات بزنم، بیایم به بازارها بگردم. گفت تو یک بار از خانه ما بازدید که از حالت ما باز خودت گفت قضاوت میکنی، ولی واقعیتش هم که من وقتی که رفتم خانه اینا در یک حالت بسیار، یک زندگی بسیار خراب به سر میبردن که امروز چیزی که من فکر میکردم بدتر از اون چیزها را دیدم در خانهشان. و امروز خواستم که دعوت داشته باشم و یک تشکری خاص میکنم از دواخان مینپال که مبلغ 10000 افغانی را بر دو فامیل عزیز در دو شب کمک کردن، که مبلغ 5000 افغانی را امشب در برنامه برای خانم شکیلا ما تمام مواد خوراکه را آماده کردیم برشان تقدیم میکنیم، و همچنان یک فامیل دیگه که باقی میمونه برای فردا شب انشالله تمام موادایی را که گرفتیم تقدیم اونا همچنان میکنیم. و ما همچنان نظریات مقصودی صاحب عزیز هم داشته باشیم. خیلی خوب است. اول تشکر میکنم از شما و پرودوسری برنامه تان که ات یک برنامه را که احساس تحریک میکنه، عاطفه را به وجود میاره، تزکیه نفس میکنه، مخصوصا کسایی که یک مقدار فاصله دارن از مردم بی بضاعت ما، از شما بار بار تشکر. و ای که هر آن دوست مثل که مینپال سه به شما گفتیم اینا برای دو شو کمک کردن، این واقعا انسانی است، واقعا یک عمل مؤمن واقعی است. چقدر خوب است که ما دیگه از بیگانه ها چیز نطلبیم، برای اینکه او ما را واقعا ذلیل ساخته. اگر خود ما با خود ما کمک بکنیم، نه تنها خود ساختیم بلکه سبب انتقال محبت میشه. پیغمبر محبوب ما همیشه میگفت که هر جای میرین تحفه تبادله بکنین، این چیز سبب محبت میشه. با وجودی که من یک چیز دارم، خودت میای برابر یک کتابچه برای من کمک میکنی، یا من میایم بر اولادت یک بکس میارم، در حالی که داره، ولی این چیز سبب ایجاد محبت و مهر میشه. پس مینپال صاحب و هر آن دوست ما که در هر جای وطن هستن یا بیرون از وطن، اگر بتانن هموطن خود کمک بکنه، ای غیر از اینکه انسانی است، بلکه رضای خدا را به شما برست آورده میزنه. که من یک جهان تشکر میکنم هم از برنامه شما و هم دوستایی که به این وسیله کمک میکنن. قربانتان، من هم تشکری خاص میکنم از شما که قدم رنجیدین، امشب برنامه ما را رنگین تر ساختین با سخنهای خیلی شیرینتان. زیادتر نمیخوایم عزیزای خدا که زیادتر برنجن. همیشه مقصودی صاحب عزیز کوشش کردیم، چی در برنامه بودیم چی خارج از برنامه بودیم، همیشه عزیزای خدا گفتیم که شما بخندین، برای همه غم ها بخندین. ما شما خداوند داریم، خداوند وقتی که باشه بزرگ است، فکر کنیم که ما همه دنیا را داریم. و یک جهان سپاس میکنم از عزیزایی که خارج از افغانستان بیننده هستن، همیشه کمک کردن، دست فقرا و بیچارا و یتیم و همه هموطن خود گرفتن. امشب باز هم یک تشکری خاص میکنم و از فواجان عزیز بنیادگذار چینل یوتیوب صدای کابل تشکر میکنم که به سفره همه شب ما را فواجان رنگین تر میسازه برای مهمان ویژه ما و همچنان برای فامیلای عزیز ما.
بله بله، ما واقعا خرسند هستم که یک حس بسیار فوق العاده افغانی و مانند یک مؤمن بسیار به وجود آمده و این چیزا کی میتونه؟ امی رسانه ها، امی تلویزیون ها، امی کسایی که یک مقدار زبان عزیز داره که مهر از وجود یک آدم بگیره و به یک آدم دیگه که مستحقش است به او برسانه و این فوق العاده است. ما از خداوند به شما سعادت بیشتر میخوایم، با امید زیستم که دایی را پیشگام باشین، برای که هر آن ذره کمک خداوند در حد عادل است که یک ذره شم نادیده نمیگیره و انشالله شما به خوش بختی های بسیار کلان خاطر است. قربانتان، ممنون، خیلی زیاد تشکر میکنم از مخصوص صاحب عزیز. دعاهای شما هست که ما به همین جا رسیدیم. کوچک نوازی، البته کوچک همه هستم، ولی باز هم زیادتر کوشش میکنم که مثل مخصوص صاحب عزیز یک قسم که الگو هستن، من هم روش از اینا یاد بگیرم و رفتار از اینا یاد بگیرم تا اینکه بتونم پیاده بسازم در جامعه برای هموطنان عزیزم بتونم کمک کنم. اما خب خیر، باز هم کوشش های خودم میکنم، زندگی هست. خداوند خوشی های فراوان نصیب خودت کنه خانم شکیلای عزیز، فرش رایتون شوه تمام خوشی ها. من زیادتر از این چیز کرده نخواد بتونم، اما همین دعا میکنم برات. خدا اجر نصیبتان، زنده باشین. تشکر میکنم. آخرین گفتنی خودت، پیام خودت برای عزیزایی که در داخل و خارج از افغانستان خودت بیننده هستن، چی پیام میتیشون امشب از برنامه؟ من پیام دارم که به مسکین و بیچاره و غریب کمک کنن. کمی طفلایشون سرنوشت جور شد. طفلای خودت خود انشاءالله مکتب میرن؟ بله. چند دانش مکتب میره خانم شکیلا؟ جون از من چهار دانش مکتب میره. بسیار خوب، با گفتیم که 6 طفل دارین. بله. درست؟ بسیار خوب. دو تانی دیگه چطور مکتب نمیرن؟ خورده است، یک بردم گوگکش گفت نه خورده است. ما امید از اینکه انشالله هر کدامش برای خود چراغ دل خود چوه انشالله. تشکر، زنده باشین. زنده باشین. تشکر از مهربانیتون. از مخصوص صاحب عزیز خیلی تشکر میکنیم. تشکر بسیار زیاد. زنده باشین، قربانتان. حال از مخصوص صاحب عزیز میم از زندگی از تراجید. واقعا همیشه عزیزای ما در تراجید بوده، تمام زندگیشان همیشه رنج و درد بوده. اما من شب دعا میکنم که خداوند تمام رنج دل همه مردم ما را از دلشان بکنه و با برکت خداوند دیگه تمام خوشی ها را فرش قدم های هر یک عزیز ما بگردانه. مقصودی صاحب عزیز، امشب در برنامه میخوایم که یکان خاطرات جالب از خودت بشنویم تا اینکه یک چند دقیقه لبخند نثار خانم شکیلا هم چنان شوه. عزیزای دل، شما هم زیادتر منتظر نمیمونم، میریم به طرف تصویری که از خانه خانم شکیلا گرفته شده، تقدیم شما اجزا میکنم. دوباره عزیزا برمیگردیم. امروز باز هم سحرک ویری در خدمت شما نازنینا قرار دارم با یک از برنامه های دیگر مساعدت و یا هم کمک شما ایتان را خوش آمدید میگم. عزیزای دل، قسمی که شما در برنامه قبلی شما بیننده بودین، مینپال صاحب عزیز مبلغ 10,000 افغانی را کمک کرده بودن به دو فامیل عزیز و گفتن که از طرف ما شما نماینده هستین. ما هم امشب و در برنامه میخواییم که یکی از دوستا را داشته باشیم، یکی از خانواده های مستحق در برنامه داشته باشیم. خودم آمدم تا که سروی کنم، باید ببینم یک بار که در چگونه وضعیت هستن، زندگی را چگونه به سر میبرن و همچنان ببینیم که چگونه زندگی میکنن. از دو میریم به طرف خانه مستحق. از دوی دل بین با ما یک جا باشیم. از سایت یک بار دیگه شما زن را خوش آمدید میگم. ما هم داخل خانه کسی که مستحق است و آمدیم امروز و میبینیم که خانم هم در کنار خود دارم و طفلاش هم. سلام بر خودت. سلام بر خود شما. خوب هستین؟ زنده باشی شما. خوب هستین؟ زنده باشی. نامتان چی است خاله جان؟ شکیلا. خاله شکیلا، خیلی خوش آمدین به برنامه. امروز خوشحال هستم که ما خانه شما آمدیم. زنده باشی. قربان قدم. خدا نکنه، خدا نکنه. خاله شکیلا، چند طفل داری؟ بیا از زندگی برام یکم که قصه کو. قسمی که ما آمدم اینه خانه خودت، ماشاءالله طفلک ها هم پیش روی ما آمدن. من 6 تا طفل دارم، شوهرم چیگری میکنه. خب خب، بسیار خوب. با حالا شکلا دیگه طفلک های مکتب هستیم، 3 تا یک کالا نینج هست. بسیار خوب. دیگه خانه کرایی استم. خب
چند کرام میتین خاله شکلا؟ 5000 کرام میدن. 5000 خواه. چقدر همی صاحب خانه هم رای خودت مراعت میکنه با وجوده که میبینیم که خانه چقدر شکسته و ریخته به نظر میرسن؟ باز دیدم که اصلا اونم نشد، باز 4000 آل کنم. 4000 شده بازی؟ خرچ خودت چه قسم میشه؟ خوراک شما چه قسم میشه؟ کی آماده میکنه؟ می اونجا کار میکنم، باز خودم هم کالوشی هم میکنم. دیگه همسایه ها مردم کمن. واقعا عزیزا چقدر مشکل است که یک مادر و یا خواهر ما شما یک قسم مشکل داشته باشه خودش تبلیغ پیدا که دستایی حساسیت کرده موی زرفشی. چند باز برای خودت میتن که کالاشوی مردم هم میکنی؟ 200 میتن، 200 میتن، 200 میتن نسبت به کالا دیده برام میتن. باز شوهرتان چقدر عاید خوب داره نداره؟ نه اگه او عاید خوبش داشته باشه من چرا برم کار کنم؟ طفلا معمولا شو چی میخوای از خودت؟ چی باید داشته باشین سر سفره تا نان چی میخواید؟ دیگه تپلارا میبینن، لباسایشون رو میبینن، خوراکشون رو میبینن، میان بر من میگن که مادری میگه پس یه اینطور دیگه چی کنم؟ تیر میشه زندگیست. چقدر خودت از این وضعیت رنج میبری؟ اگر خودت واقعا خودت پولدار میبودی چی میکردی؟ و حالی که در این وضعیت که هستی چی احساس داری خودت؟ احساس خوشی نمیکنم. خودت یک سیاسر کمی روزگار داشته باشی، چقدر اولادت با یک قلم کتاب چپ کالا لباس مجبور باشه خوش دفت نداشه. واقعا ازا خیلی مشکل است که در یک خانه که طفل باشه و واقعا همه خواست خواهش هر کدامشان روز به روز زیادتر می باشه. هر کدامش قلم، لباس، چادر، مکتب، همه چیز مکتب نیاز دارن و بخصوص کسایی که بازده این شرایط و همه افتخار میکنم به این مادر عزیز امروز که به این شرایطی که ما شما باز هم میبینیم که چقدر وضع اقتصادشان خراب است، باز هم طفلان خود از مکتب نماندن و باز هم روان میکنن. در آینده بخیر اینا بگه چی میخواین که شوان بخیر؟ چیزی که رضای خدا باشه ببینیم که چی میشه. نامک خود چیز قندل. سلام علیکم. خوب هستی؟ شکر. مکتب میری؟ سنف چند هستیم؟ سنف 4. سنف 4. چی میخوای به خیر داینده شوی؟ دکتر میخوای شوی؟ انجینیر میخوای شوی؟ چی میخوای به خیر؟ دکتر شوی. انشالله که به خیر دکتر هم میشی، با امیدت میرسی به خیر، انشالله با آرزوهایت میرسی. خانم شکلا بیا برم بگو از غذا برم بگو که چی کسا برای خودت غذا کمک میکنن، دی همسایه ها نمیکنن؟ اینیم امسای اونی امسای ما بر ما شوله روان کرد. امسای به خانه ما شروع کنه بود قرابان کرد. یه مثال کچالو کنه هر چی کنن بازه ما خودشان که بخوره با ما کمک میکنه روان میکنه. اگر با وجود که میبینین که کمک مثلا غذا خو هرچی که پخته کنن کمتون براتون روان میکنن، اما ایرا برام نگفتین که میفتین کرای خانه را دقل باید بر خودت پایین میکرد. آیا تا به حال را توجه کرده به این یا نکرده؟ میگه کوشش میکنم دیگه، خودمون بند مشکل دارم نمیتونم. باز پیسه خانه را کرای خانه را خود چطور آماده میکنی برشان میدی؟ کالاشوی میکنم در خانه مردم. او پیسه کالاشوی دیگه فکر میکنم که جای را شاید بگیره؟ چطور کنم مجبور است. واقعیت هم واقعیت هم. بیا مادر جان از وضعیتی که خودت فعلا زندگی میکنی، عزیزایی که واقعا خودت بیننده هستن از حتی تمام جاهایی که خودت امشب در برنامه میبینم، شب ازشان چی خواست داری؟ چی خواهش داری ازشان؟ خواهش اینه میگه دارم که کمک هم رای تپلایم کنه، یک چیزی کمک هم کنه که از این دیاجگی موتاجگی بره. واقعیت هم دوستا وقتی که انسان در دوچار مشکلات باشه، انسان ایچگاه به فکرش و میال ما امیل ازا باور کنیم که نمیفهم ما باید کدام کلمه رو باید استفاده کنم، ما باید چی بگویم که مشکلات یک فامیل آدم میبینه و در اینقدر بدبختی هایی که زندگی میکنن. وقت هر کدام یک طفلا خواست خواهش عبایده داره از خود و همچنان پورا کردن یک کرای خانه فعلا در شرایط فعلی بسیار مشکل است و با وجود که خود خانم شکلا همچنان لباس شویی میکنن، والا بسیار خیلی مشکل است. خانم شکلا وقتی که لباس های مردم هم میشویی
با وجودی که خودت گفتی که مریض هم هستی، پیش دکتر رفتی نرفتی؟ پیش دکتر رفتیم که دو یا دست نکو روماتیزم است. ولی باز هم شما لباس مردم؟ مجبوری هستیم از خاطر تب نکاییم برم. واقعیت هم. خب بیا به هر صورتش خدا مهربان است انشالله که یک روز بیا یک خودت پر از خوشی ها زندگی کنی، در یک خانه باشه که دقل از اینجا که منظم تر باشه و خوشی های تمام روی دنیا فرش قدم های خودت چه زنده باشی. خیلی زنده باشی خودت. همچنان عزیزای دل یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره عزیزا برمیگردیم. رستوران ببرم با خود یک جا و سفره را همراه ما باشه، یک سفره که آماده شده برای خودت. فواد جان عزیزی بنیادگذار چنل یوتیوب صدای کابل، برای خودت امروز یک سفره خیلی مقبول را آماده کرده. شکر بسیار زیاد. زنده باشی. و همچنان مینپال صاحب عزیز مبلغ 5000 افغانی را امروز برای خودت کمک کرده که ما مواد غذایی برای خودت بگیریم. امروز مبلغ 5000 افغانی از طرف مینپال صاحب برای خودت کمک شده. خدا اجر نصیبتون کنه. خدا خب زیادتر نمیخوایم که خاله شکیلا عشق بریزه پیش روی طفلا. خاله شکیلا دیگه شما همچنان لطفا پیش روی طفلا عشق نریزین، به دلیل از اینکه وقتی که مادر عشق بریزه معلومدار است که طفلا هم بالای روی طفلا تاثیر گذار است. خب عزیزا میریم به طرف رستوران، میریم و سفره که برای خانم شکیلا آماده شده و شما هم بیننده باشین و همچنان مواد غذایی را که میگیریم با خانم شکیلا امروز یک جا میریم، مواد غذایی را همچنان میگیریم برشان تقدیم میکنیم. عزیزای دل یک بار دیگه شما نازنینان را خوش آمدید میگم. ادامه برنامه هست و همچنان خانم شکیلا را باز هم در کنار خود دارم. خانم شکیلا خسته نباشید. تا اینجه زنده باشی. شما خسته نباشید. زنده باشی. حالا هم به مارکت آمدیم که عمده فروشی هست و ما هم همه روزا برای عزیزای دل خود از این مارکت تازه دیگه خریداری میکنم، همه چیز تازه خریداری میکنم و تقدیم دوستان میکنم. تشکر. زنده باشی. زنده باشی. من یک تشکری خاص باز هم از مینپال صاحب عزیز میکنم که واقعا امروز مبلغ 5000 افغانی را برام ارسال کردن تا اینکه من هم مواد غذایی براشون بخرم و همچنان تقدیم خانم شکیلا کنیم. عزیزا میریم به طرف دوکان ببینیم که چه چیزا آماده هست و یک لیست برش میتیم و برام مواد آماده بسازه. ببین دوستا با ما باشین. عزیزا باز هم خوش اومدین. شبیر جان سلام بر خود. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحتمند و خیر جان شما جور. زنده باشین. قربانتان. امروز ماه مبارک رمضان چه حال دارین؟ شکر است مگذرم. یک قسم بخی احساس میکنم که گرمی را بخی از خود کردین. بله خوب است. نه گرمی شده؟ گرمی خو نشده. خوب است. رمضان باز روزه رو نایف آمدم. دقیقاً. شبیر جان امید که خودت هم صحتمند باشی با تمام دوستای یک جا. زنده و سلامت باشین. امشب باز هم در برنامه یک مستحق داریم، یک خانم هست که خانم شکیلا باز هم آمدیم که برش آرد و برنج همه چیزهایی را که امروزه تقدیمشون میکردیم تقدیم تمام مستحقین میکردیم و امشب همچنان مو و مواد از خودت ببریم. درست است. زنده باشین. پس لیست خوب ما برای خودت دادیم دیگه، ان شاء الله خودت دیگه بلش و دیگه نوشتن میکنی و تمام مواد جمع جور میکنی. درست است. سال نشتیش. زنده باشین. سلام علیک. خوب هستی؟ و علیکم سلام. خوب هستی؟ صحتمند جانم؟ خیر جانتان جور است. قربانت. نامت؟ سعید مظفر. سعید مظفر. چی را طول میکدی بوره را؟ خواه خواه بر بخیر. خیلی کارت انجام بده. بوره را این رمضان است اگه نه بوره را ما چقدر دوست دارم. چیزای شیرینی بابا زیادتر دوست دارم. چقدر شد؟ دست نه. یا نیم سیر. خواه نیم نیم سیر بسیار خوب. اینه؟ لوبیا. نوبت لوبیا شد؟ خواه این لوبیا میگن یکم اکه فایده های خدا هم داره، نقص خدا هم داره. لوبیا خب پروتین داره خودش. والا این لوبیا سیاره بسیار مزدار و میان گفته نمونه از زای دل که این نوش جان میکنن واقعا بسیار هم مفید است و هم مزه خاص خدا داره. اما تو رست نه این لوبیا؟ بله پروتین داره. دقیقا دقیقا. آها دقیقا غذای کامل از دیگه نمگفتی خود. چقدر دوست داری خودت؟ بچه ها خب معمولا همو برنج و لوبیا را زیاد خوش داری. خودت چطور؟ همچنان همو. اما تر از نام خدا خوب چاقک هستی. پر هستم نه. شبیر جان هم اینه که لست هم نوشته کرد و مواد غذایی را آماده کرد. شبیر جان یک بار نام بگی که چی چیز آماده کردی؟
درست است. نام میگیرم براتون باش کنم قلمم گم شد. قلمم بگی. آرد. یکی. روغن. دو. برنج. سه. نخات. چهار. بوره. پنج. مربا. شش. آش. مکرونی. هشت. و را. نو. یعنی نو قلم مواد. بله نو قلم. بسیار خوب. مبلغش؟ مبلغ 4080 افغانی. 4080 افغانی. بسیار خوب. اینه که من هم باید حالا پول حساب کنم. باش که مایکم اینجا بانم. یعنی 1000. این هم 2000 افغانی، این هم 3000 افغانی، این هم 4000 افغانی. شبیر جان، منتها 80 روپه برای خودت نمیتون، بگو چرا؟ چرا؟ به دلیل از اینکه آدم که وقتی که سودا بخره باز یک سر خرید یک قوطی روبم باید بگیریم از پیشت، نه؟ بله. باید شاگردانگی دو نفرم بدین. شاگردانگی دو نفرم از ما شبیر جان میخوای. این وزارتن باقی شم. هیچ فرق نمیکنه، ماه مبارک رمضان است، قربانت فامیدم. این خوب است که یک قوطی رو با هم از طرف شبیر جان بود برای خانمی که مستحق است، خانم شکیلا. بسیار تشکر میکنم شبیر جان از خودت. بیا امروز یک پیام بده برای عزیزایی که خودت بیننده هستن، چی در داخل کشور هستن، چی در خارج از افغانستان هستن، چی پیام میتیشونه بر مستحقین کمک کنن نکنن، غیر از او اگر کدام پیام دیگه داشته باشی. حالا پیام خاص خب بر بیننده ها ندارم، فقط همه قدر جان و جور رو ساعت و کامل داشته باشن و ما کل چیز است. زنده باشی، تشکر شبیر جان. اینی اون پیسه خودت یک بار حسابش کن که درست است یا نه. زنده باشی. درست؟ درست است. زنده باشی شبیر جان، بسیار تشکر. دیگه این حالمو بلان بر ما بده که ما همیشه همه روزه که خودت بل بر ما روان میکنی امی بل از همه چیز کده معتبرتر است. بله یا دقیق است، همه ترسته سند است، نه؟ سند است. ما بدون سند باز نمیشه که آدم گفت بزنه. بله یا نمیشه. شبیر جان بیا یک شوخی هم رایت کنم که چی میخوری در ماه مبارک رمضان که تو نام خدا پر انرژی هستی. نان خوش که چی میخوری؟ نان خوش؟ بله یا حالا دلت هست که ما نان خوش بخوریم یه قدر وزن دارم یه قدر دگام از بین بره پشت کارش. نه نان خوش که از پروتین زیاد داره. خواه برو دگه ازی بابات مام پشت نان خوش که هر نان بایی رگ دیدی هر جایی که من استاد بودم نفر بفهم که اول یک نفر مام استاد از اندام قدر نان خوش که بسا تشکر شبیر جان، قربانت، وقت خوب و خوش برای خودت. زنده و سلامت. تشکر باشین. زنده باشین، خوش باشین. عزیزای دل میریم به طرف موتر و همچنان خانم شکیلا قند بیاین شما اینجا کنار ما بیاین بفرمایین. خانم شکلای خندینه، ما چیزهایی را که نیاز بود، نو قلم مواد را که بر خودت گرفت، مینپال صاحب عزیز اگر امروز کدام گفتنی برش داشته باشی چون خودت حضور داشتی، بگو که چقدر صادقانه بر حق بقدار سپردیم. تشکر بسیار زیاد دست. زنده باشین. بسیار زیاد ببخشین. خواهش میکنم. بسیار زیاد تشکر از خودت. اینه تمامش مواد خودت هست دیگه. انشالله که با بسیار خوبی و خوشی بخیر. انشالله نوش جان. زنده باشین. خیلی قربانت. تشکر. حالا هم میریم به طرف موتر، میریم از زای دل و نگفته نمونه که یک جهان سپاس میکنم از بنیادگذار چینل یوتیوب صدای کابل فواد جان عزیزی که سفره ما را همه روز رنگین تر میسازه بر میمونای عزیز ما. امشب باز هم یک مهمان ویژه داریم عزیزا، فراموش نکنین. همکار میگه رقم سه که زیر تاثیر رفتم به خدا. اینه باز دوباره میگم شاید یک مهمان ویژه داریم امشب در برنامه. عزیزای دل میریم به طرف موتر و به طرف رستوران. عزیزا ببین با ما یک جا باشین. دقایق اذان محمدی همچنان نزدیک است و یک وقفی کوتاه اگر باز هم بگیریم مقصود صاحب عزیز تا اینکه افطار کنیم بخیر و دوباره برگردیم. چی نظر دارید؟ بفرمایید. قربانتان، سلامت باشین. عزیزا اذان محمدی همچنان نزدیک است و ما هم روزه افطار میکنیم و دوباره برمیگردیم. الله اکبر. الله اکبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا الله. سلام مجدد.
بله سلام علیکم فواد جان چطور هستین؟ تشکر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر از اینکه امروز دعوت ما رو پذیرفتین. شما اینجا آمدین قدم رنجه کردین. بسیار زیاد تشکر که تاکید رو بازید در قرار نیازمند هستین. بسیار زیاد تشکر که مرا شامل این ثواب ساختین. واقعا امشب احساس میکنم که ما از برکت شما در یک کار خیری شریک شدیم که این بسیار شایسته یک مؤمن است، یک انسانی است که درد دیده و نمیخواه که دردهای مردم ما افزود شد، بلکه به این وسیله هر شب یک درد شما کم میکنه و ما ممنون و مشکورتان هستم که مرا شایسته ازی دانسته که در این پروگرام قشنگ تان مشکل کرده. خواهش میکنم نور چشم ما هستیم، خاک پای عالم، خاک پای شما هستیم، همیشه در خدمت هستیم و شما بزرگ ما هستیم، شما هستیم که همه ما هستیم. خواهش میکنم، بسیار زیاد تشکر به تمام دوستان سلام بگیم. شما دیگر باز هم ادامه بدید، غذایتان روش جمع بگیرید، افطار خوش، اوقات خوش، خدا حافظ. عزیزای دل قسمی که دیدین فواد جان بنیادگذار کانال یوتیوب صدای کابل بود، رئیس همی بنیادگذار البته رئیس همی چینل بود که خواستیم یک چند لحظه با دوستای عزیز همچنان صحبت داشته باشه و با مادر جان فواد نتانست که صحبت کنه فکر کنم که قطع شد دیگه. خواستم که با چهرهش آشنایت کامل پیدا کنین تا ای که نگوین که فواد جان کی هست. اینه همه شب در برنامه ازش یاد میکنم که از فواد جان تشکر تشکر اما شدی یک معما حالی که فواد چی کس خواهد بود. من شب خواستم که در برنامه اونا هم چهرهش هم باشه و صدای خودش هم باشه تا ای که با چهرهش هم آشنا شوین و همچنان با صدایش هم همچنان آشنا شوین. عزیزم میریم به طرف یک وقفه و دوباره برمیگرد. مخصوص شب عزیز، از این اول خیلی زود تشکر میکنم که شما قدم رنجیدیم و ما را خیلی زود خوشحال ساختیم و تشکری خاص میکنم از فواد جان عزیز بنیاد گذار چینل یوتیوب صدای کابل که استفری مادر جان و همچنان مهمان ویژه ما را رنگین تر ساختن و امید که مورد پسند قرار گرفته باشند. بسیار تشکر میکنم، واقعا لذت و این لذت بودنم وجه شما هست، شما ها پهلوی یک مادر ششتی که حس میکنم مادر خونه هست از اینکه شما خواسته دلی که به چون دست بیارید یک امشب این مادر خانه میرن دست پر میرن خیرش نه تنها که به شما ها بلکه کسایی که همی بیاد گذاشتن برسن. ما سپاسگزار هستم که مرا هم همین سبب شده ساخته ممنون مشکورتان هستم. غیر که اینکه هر آن کسی که همین برنامه میبینه میبینه که مادر بهوی ماششته بعد از خداوند خالق ماست شما میخواهیم دل زور بدست این فوق العاده اجر برای خدا به شما بسیار بسیار انرژی به تا بتانیم که به نسل دیگه قربانتان زنده باشین. نکیر سویب عزیز مادر جان عزیز خدا کنه که نان مادر پسند قرار گرفته باشد. سفره فقط برای خودت آماده شده بود برای ممنون سویب در وقت سویب سویب اصلا دقیقا خدا کنه که نان بدلت بوده باشه اگر چیز کم باشه که بازم بخوایم. زنده باشین قربانتان مادر جان که تا ایجا آمدین. شما همچنان خوشحال شدم امشب در برنامه، واقعا قلبت خوشحال هستم که امشب شما را در برنامه دارم، مخصوصا با عزیز در برنامه دارم و بر من نمی جای یکانه خوشی هست که امشب نیچه اصلا اظهار کردن آمدن. زنده باشین مادر جان گل خند. من امشب باز هم تشکری خاص میگم از مینوپاز های عزیز که مبلغ 5000 افغانی را برای خودت روان کرده بود و باش که ما اینجا بله هم به شما هست، باش که بله هم برای عزیزای خود نشان بودم و برای مینوپاز همچنان که ما همیشه مقصود صاحب عزیز حق به حق دار میخوایم که بسپارم و نگفتن همونه که نمیخوایم که در او تا یک کلام دیگه که شواسر از اونا که در اینجا هم نوشته است که مبلغ 4080 افغانی و مواد غذایی برای مادر جان گرفتیم که مادر جان عزیز اینی هم بلش برای خوده خدا کنه که با بسیار خوبی و خوشی ها نوش جان کنین امرو با طفلای یک جا آگه و نگفته نمونه که ما
مبلغ 500 افغانی دیگه همچنان به خاطر کرایه رایشان برشان همشرف آماده میکنیم بر تمام مادرای عزیز مستحقین عزیز که در برنامه داشته باشم که کرایه داره و اون مواد تا خانه انتقال بدن. مادر جان گل اینی هم 500 افغانی که برای خاطر کرایه رای خودت است. زنده باشی مادر جان گل. اگر خودت کدام پیام داشته باشی بر عزیزایی که خودت همین لحظه بیننده هستن، کدام گفتنی اگر برشان داشته باشی مایک اختیار خودت است. زنده باشی، زنده باشی مادر جان گلم. بسیار تشکر میکنم. اما لطفا دیگه مادر جان شما گریه نکنین، که اگر شما گریه کنین بفهمین که من هم قلبا آزرده میشم و واقعا من هم تحمل شمندم. خداوند مهربان است و خداوند خوشی را فرش و قدم های خودت بساز انشالله. زنده باشین. مقصود صاحب عزیز همچنان در برنامه داریم یکی از خاطرات شیرین کنم میشنمیم و باز دوباره باز خداحافظی میکنیم. دل به دست آور که حجی اکبر است، از هزاران کعبه یک نام بهتر است. که شما تانستیم امشب این خواره که این نادر گرامان بی 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 از یه سره که اصلا نباید از این که هستن مؤمنین که شما سرش حق دارید تا اونا هر وسیله که شده به شما حق دارید. ولی فراموش نکنید وقتی که شما بر از اونا همین کمک میرسانید و تناسب اون آدمی که کمک شده ما خوشتر میشه. پس بین عزیزان به خاطر خوشی خود و رضای خدا با دیگران کمک بکنید تا نه تنها اونا صاحب روح باشند بلکه ماها از لحاظ معانی و خداوند نزدیک کنید. قربانتان زنده باشین. شما هم قدم رنجیدین که بسیار خوشحال شدیم که در برنامه با ما بودین. عزیزایی که همین لحظه بیننده هست یک تشکری خاص از شما عزیزایی که بیننده هستید تا ادامه برنامه خودتون بیننده بودین تشکری میکنم. از تمام عزیزایی که تا به حال ما را تحمل کردن خیلی زیاد تشکر میکنم. از همکارای خیلی خوبم تشکر میکنم، اجمل جان، بلال جان و همچنان فواد جان عزیز ناگفتنمانه که همه روزه زحمت میکشن به خاطر این برنامه. خیلی زیاد قلبن سپاسگزار هستم. همچنان از فواد جان عزیز که سفره ما را همیشه رنگین تر میسازه و ناگفتنمانه که دقایق اخیر برنامه هستم. من هم ناگزیر باید خداحافظی کنم. این بود برنامه امشب ما که تقریم شما اجزا کردم. امید که مورد پسند هر یک شما اجزا قرار گرفته باشد و تا از یک چیز دیگه هم یادم نره که ما باز هم تشکری خاص کنم از تمام مادرای نازنین، از تمام دوستای عزیز ما که چنل یوتیوب رو سابسکرایب کردن و همچنان بر ما پیامای خیلی مقبول گذاشتن. از هر یکتون تشکر میکنم. از نظریات خیلی خوب شما تشکر میکنم که در برنامه آینده بخیر ان شاء الله پیاده میسازم نظریات شما را. و فراموش نکنید باز هم که چنل یوتیوب صدای کاوه را سابسکرایب کنید، همچنان ویدیوهاش را لایک کنید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار همه شما. رمضان خوش.